تخار در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت‌های زراعتی و حاصلخیز است که سالانه مقدار زیادی غله افغانستان را تامین می‌کند. قدمت تاریخی ولایت تخار به زمان اسکندر مقدونی برمی‌گردد. تخار امن‌ترین ولایت در شمال شرق افغانستان است. با وجود این که مردان در این سرزمین از امنیت خوب برخوردار هستند، اما بانوان تخاری معمولاً رویدادهای ناگوار را تجربه کردند. از قتل و تجاوز بر اطفال گرفته تا فجیع‌ترین نوع خشونت در برابر بانوان در این ولایت رخ داده است. اما مردم تخار از فرهنگ مردم سالاری همیشه حمایت کردند. آمارها نشان می‌دهد که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بیشتر از 300 هزار نفر در این ولایت رأی دادند که 45% از او را بانوان تشکیل می‌دادند. حالا که افغانستان داره میره تا یک انتخابات دیگه پارلمانی را تجربه بکنه، ما آمده ایم به تخار تا ببینیم مردم این ولایت چقدر آماده برگزاری این انتخابات هستند. از وکلا و پارلمانشان تا چی حد راضی هستند و در آینده میخواین به چی گونه شخصیت رای بدهند. با سلام وقت بخیر، من فرید احمد هستم و شما بیننده آواز مردم از شهر طالقان مرکز ولایت تخار هستید. ما در اینجا در جمع از بزرگان، فرهنگیان و شهروندان ولایت حضور داریم تا روی موارد مختلف بحث کنیم. اما در نخست توجه کنید به این بسته تصویری. تخار از ولایت‌های زراعتی و سرسبز افغانستان در شمال شرق کشور است. این ولایت از شمال شرق با بدخشان، از غرب با کندوز، از جنوب با بغلان و از شمال با تاجیکستان هممرز است. مرکز ولایت تخار شهر طالقان است. هزار سموچ، بهارک، بنگی، چال، نمک آب، کلفگان، فرخار، خاجغار، رستاق، اشکمش، دشت قلعه، ورسج، خواجه بهاءالدین، درقد، چاه آب و ینگی قلعه از ولسوالی های این ولایت هستند. بیشترین ولسوالی های این ولایت در بیش از یک دهه گذشته از امنیت خوبی برخوردار بودند. تخار یکی از ولایت های باستانی افغانستان است. در این ولایت زمین های زیادی برای کشاورزی وجود دارند و از همین رو اقتصاد مردم را فراورده های کشاورزی، مالداری و باغداری تمویل می کنند. در سال 1394 هجری خورشیدی دارای احصایه مرکزی افغانستان نفوس ولایت تخار را 983,336 تن تخمین کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری 1393 هجری خورشیدی در این ولایت 329,026 تن رای دادند. تخار 9 کرسی در مجلس نمایندگان دارد که 2 کرسی آن برای زنان اختصاص یافته است. تشکر جناب بشار دوست. مجرم هم الحمدلله ما نداریم. دوباره خوش آمدید بیننده عزیز. در این بحث بانو نازیه عادلیار، فعال حقوق زن در تخار، مولوی عبدالقهار حکیمی، رئیس پیشین شورای ولایتی ولایت تخار، سید امان الله سیرت، متنفذ قومی و آقای عطاالله عبیدی، خبرنگار و فعال جامعه مدنی با ما هستند که ازشان سپاسگزاری میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن. همچنان صدها تن از شهروندان تخاری در اینجا حضور دارند و همهشان میخواهند دیدگاه ها و نظریات خود را مطرح بکنند که از همهشان سپاسگزاری میکنیم. آقای سیرت، از شما آغاز میکنیم. اگر وضعیت عمومی ولایت تخار را ارزیابی بکنیم. الحمدلله رب العالمین و به نستعین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. جا دارد تشکر کنم از شما، از تلویزیون جهانی طلوع که به این سرزمین و خطه باستانی سر زدین و صدای مردم را بلند میکنین و از حاضرین محترم جوانا که برای بلند کردن صدایشان و شنواندنش به گوش جهانی ها و مسئولین کشور تشریف آوردن صمیمانه تشکر بکنم.
امر رقم که شما گفتین همه حاضرین مجلس میدانند، تخار ما الحمدلله یکی از جمله امن‌ترین ولایت‌های در افغانستان است که البته میتونه هم آگاهی و تفاهم و با هم فهمی و نزدیکی خود مردم این حسی برادری و یک دیگر فهمی و هم تلاش‌های بنسبه مسئولین امنیتی که واقعا هر دو باعث یزی شده که تخار ما از جمله امن‌ترین ولایت و از نظر حوادث و ناگواری‌های جنجال‌ها منطقه امن‌تری واقعا بوده باشه که ما اظهار شکران میکنیم از زحمت کشی نیروهای امنیتی و از لطف پروردگارمون که ولایت من ولایت امن است. بسیار سپاسگزار. مولوی صاحب، فضای خوب از تخار آقای سیرت تعریف کردن، شما اگر مشکلات کلان در تخار حساب بکنین چی هستن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و همکارای عزیزی در بحث و حاضرین در تالار. همانطوری که میدانیم در کل افغانستان مخصوصا تخار، فقر، بیکاری یکی از معضلات عمده ای است که متاسفانه مردم افغانستان و خصوصا تخاری ها از او رنج میبرند و مشکل عمده ای که فعلا در تخار حاکم است همانا بیکاری هست. سپاسگزار. بانو عادلیار، از وضعیت خانم ها بگوین، قسمی که خبرهای نشر شده از یا نشان میده وضعیت چندان مناسب نیست برای خانم ها. الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین. به اجازه حاضرینی که در تالار هستن، به اجازه مهمانان عزیز، در قدم اول آمدنتان به ولایت باستانی تخار خیلی مقدم و خوش آمدید میگم و ثانیاً باید عرض بکنم که با وجودی که در ولایت تخار یک سلسله مشکلات زیادی سر راه خانم‌ها وجود داره، با آن هم خانم‌ها با نمو درایت و با مو استعداد و توانایی که دارن، یک تعدادشان تانستن که در بعضی ادارات کار بکنن و یکی خشونت های در این ولایتی که پیشتر سیرت صاحب هم گفتن، جناب مولای صاحب هم فرمودن که تخار از جمله ولایات هم در تمام افغانستان ولایتی است که فکر میکنم نظیرش نخواد باشه، مگر با وجود از این هم یک سلسله خشونت های بر علیه زنان در این ولایت روا داشته میشه که من فکر میکنم که این خشونت ها در این اواخر میزانش خیلی ها بالا شده که نمیفهم که این ناشی از بی‌توجهی مسئولین است در برابر مجرمین که نتونستن اونا را به پنجه قانون بسپارن و ای که اونا را کسانی که جرم انجام میتن اونا باید از طریق رسانه ها به مردم شناسایی میشدن و به سزای اعمالشان میرسید. فکر میکنم که پا امیس سطح جرایم پایین تر میامد و همچنان برای فعلا خصوصا دینمی ای که در این اواخر که حکومت وحدت ملی شکل گرفته و در می 13 سال هم در اوائل سال حکومت آقای کرزی بود، مگر به این اندازه نبود، مگر در این اواخر به حد زیاد شده خشونت بر علیه زنا، اطفال که ما اصلا فکرش نمیکنیم و یک بیبندباری در تمام ولایات است و ولایت ما را همی دامنگیری ازی شده که فکر میکنم ناهمنی ها و پایین بودن سطح آگاهی مردم ما و به تفاوتی مسئولین کلش دست به دست هم داده تا این میزان خشونت ها بالا بره. با وجود امنیتی که شما رو تعریف کردین و دیگه دوستان ایجا گفتن، عامل اصلی افزایش خشونت در برابر زنان دیگه چی است؟ عامل اصلیش یکی پایین بودن سطح آگاهی مردم است، فقر و بیکاری زن است و همچنان وقت ندادن برای زن است که اینا نتانستن که اینا آوازشان بالا بکنن، بلند بکنن و همچنان زمینه ها و فرصت ها برشان مساعد نشده که اینا بتانن یک وظیفه درست داشته باشن، اشتغال زایی درست داشته باشن یا اینکه بتانن در سطح رهبری در ادارات دولتی کار بکنن. امروز دولت ما بجز از معلمی برای یک خانم دیگه وظیفه وجود نداره که من به این متاسف هستم که چرا نقش زنها در حکومت قدر کم رنگ است. در کنار بیکاری و یا مشکل اقتصادی، مشکلات دیگه خانم ها چی هست در مجموع؟ یکی مشکلات ما داریم در قرا و قصبات ما که بسیار چی میکنه که هنوز هم افراد مسلح غیر مسئول وجود داره که باعث یزی شده که یک مشکل سر راه خانم ها ایجاد بکنه. ازدواج های اجباری است، ازدواج های زیر سن پایین است و همچنان خشونت های فامیلی است
ما بار بار از طریق رسانه ها خانمای بسیار خوب و تحصیل کرده در ولایت داریم که از طریق رسانه ها صدایشان را بلند کردن، با وجود از اینکه علمای عزیز ما در این قسمت امو سهمشان هدا کردن، مگر باز هم این مشکلات ناشی از این میشه که انوز هم در ولایت ما یکی مسئولین توجه جدی نداره و دیگه هم گروپ های مسلم مخالف وجود داره، همچنان یک سلسله رسم مهننات ناپسند هم وجود داره که باعث ازی شده که تا این خشونت ها بره. مسئولین کی هدفتان؟ کی هستن مسئولین دارد؟ مسئولین کسایی که در رأس ولایت تخار هستن، در رأس همو اداراتی که مربوط میشه. سپاسگزار. آقای عبیدی، مولوی صاحب از بیکاری یاد کردن، شما اگر لطف کرده در پلیزی که وضعیت عمومی تخار میشه ارزیابی بکنین، به این موضوع بپردازین که این چقدر دامنگیر جوان ها هست و چی مشکل را ایجاد کرده برای جوان ها. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت اشتراک کننده های آواز مردم و مهمانان عرض سلام و ادب دارم. بیکاری یک موزل بسیار مهم در ولایت تخار هست. قسمی که جناب مولوی صاحب و عادل‌ها صاحب اشاره کردن، فقر بیکاری یکی از مشکلات جدی و اساسی در ولایت تخار هست. تخار از جمله ولایاتی است که 16 ولسوالی به شمول مرکز به صورت کل امنیت وجود دارد. اما دو سال پیش وضع امنیتی به این حالت نبود. در گذشته مثلا ما 3 سال پیش در ولسوالی های مواره کوکچه مثلا در شمال شهر طالقان، اینا در قسمان در کنترل مخالفین دولت قرار داشت. نسبت به گذشته وضعیت دولت تخار خوبتر شده. تنها یک موضوعی که در ولایت تخار وجود داره واسطه سالاری هست. متاسفانه در هر اداره دولتی که شما مراجعه میکنین، شما یا واسطه داشته باشین باید پذیرفته شوین، یا ای که آدم با رسوخ باشین. یک جوان در ولایت تخار به سطح دکترا تحصیل میکنه، به ادارات دولتی وقتی مراجعه میکنه، تا زمانی که با یک وکیل شورای ولایتی، با یک وکیل پارلمان نره، به یک اداره معرفی نشه، کس را نمیپذیره. یک از مشکلات بسیار جدی است در ولایت تخار. بله، سپاسگزار. میریم به دوستایی که دیگه حضور دارن، از اونا میشنویم که مشکلات اساسیشون رو بگن. کی میخواد گپ بزنه از جمع شما؟ بفرمایید شما. من از شما و از تلویزیونی طلوع سپاسگزارم که برای ذکر فریاد مردم تخار از انجری طلوع از این برنامه آواز مردم به گوش مسئولین و جهانیان برسانند سپاسگزارم. در آغاز، در بخش امنیت ما مشکل داریم، ولی هستن فرزندایی که برای تأمین امنیت هم قربانی شدن. فقر و بیکاری به حد حاکم شده در این ولایت که امروز دزدی، قتل، تجاوز به ناموس مردم، مهاجرت ها در اینجا در این ولایت وجود داره که ما اکثر از جوانهای تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، آنهایی که از نعمت تحصیل محروم شدن، امروز ما ببینیم به کشورهای همسایه میروند، اونجا مهاجرت میکنن که برای اینکه برای فامیلشان لقمه نان را پیدا بکنن، که میرن اونا هم تمامی دریا میشن. اکثرشون از این ولایت است. در مسائل از اینکه ما در ولایت تخار معادنی مثل زغال، سنگ، طلا، نمک و امثال از این معادن را در اینجا داریم که تا هنوز دست نخورده و بعضی توشون غیر مسلکی استخراج میشه که در این ولایت به مصرف نمیرسه، بودجه از او یا مسائلی از او، مسائلی که مربوط به چی میشن که نیازمندی های مردم تخار از آدرس امی پولی که از معادن به دست میاد به مصرف برسه. سپاسگزار. تشکر. به نام خداوند بزرگ و توانا، ملنگ قادری هستم، شهروند تخار، کارگر و دانشجو. ما یک سوال از آقای سیرت دارم که گفتن امنیت 100% در ولایت تخار تأمین است. اول میخواهیم بفهمیم که تعریفشان از امنیت چی است. اگر امنیت را چنین تعریف کنند که جان مردم از تجاوز و از جنگ و ایگپا مسئول است، درست. اما امنیت را اگر دیتور تعریف کنیم که امنیت روانی و مسئولیت فکری جوان هم مد نظر گرفته شود، جوان های تخار متاسفانه تا به حال او تو یک کار نکرده حکومت مرکزی و مقامات محلی ولایت تخار که جوان تخار مسئولیت فکری داشته باشه. یک موضوع همونطوری که اشاره شد، تخار یک ولایت زراعتی است. گفته شد که تخار کندوی افغانستان است. تخار معدن نمک داره. تخار زغال سنگ داره. تخار آب، منابع آبی بسیار خوب داره. ولی این را میخواهیم بپرسم از اون معدن نمک که از ولایت تخار استخراج میشه و تمام افغانستان دور برده میشه
و نمک تخار تمام ولایت افغانستان میخوره. پس چرا اینقدر کورنمکی وجود داره که تا یک کلینیک به مردم بیچاره از جا ساخته نشده؟ به معنای واقعی، البته وقتی که کلینیک میگم، کلینیک به معنای واقعی باید ساخته میشد که زن حامله از اوجا در شفاخانه تخار جان نمیداد، مریض از اوجا تداوی میشد. یک موضوع، دهقان تخار با هزاران مشکلات و با هزاران بدبختی زراعت میکنه، کشت میکنه، زراعت میکنه، ولی پیازش، میوهش در سرکای تخار، در مارکتا یا به نرخ بسیار ارزان فروخته میشه، با پاکستان برده میشه و در فصل بعدی که در اینجا چیزی نمی باشه دوباره وارد افغانستان میشه و قیمت بسیار بلند سودا میشه، ولی او دهقان بدبختی که است. این موضوع رو میخواستم مطرح کنم. سوال از خواهرای ما سوال دارم، بفرمایید. نمجی برم. تشکر. سوال ما قسمی بود که زنان تخار زولانه رسوم و انعنات ناپسند است. وقتی که ما ایره مقایسه کنیم با 34 ولایت دیگه، تخار با وجودی که آقایان فرمودن که از امن‌ترین ولایت هستن، اما رسوم و انعنات ناپسند بسیار زیاد آزاردهنده است که حتی ما در محیط اکادمیک و علمی، حتی در دانشگاه با این مشکلات مواجه هستیم. این تنها وظیفه یک ریاست که امور زنان باشه نیست که علیه خشونت ها مبارزه بکنن. به اساس از این که مسئولین امنیتی همیشه در اینجا کوتاهی کردن، حتی وقتی که ما در محفل های رسمی که حضور پیدا میکنیم، زنان در حوج سمش بسیار کم هستن و از طرف دیگه خشونت هایی که اتفاق میفتن، مجرمینی از او اصلا به او قسم که باید مجازات شوه مجازات صورت نمیگیره. حتی خود مسئولین در کتمان کردن جرم های از اونا نقش میداشته باشه. به این اساس وقتی که ما در مورد از این صحبت میکنیم که امنیت در این ولایت حکم فرماست، اما چرا بیشترین قربانیانش از زنا میگیرن؟ از سوالتون از کی بود؟ این در مجموع بود، میتونن که هر کدامشان در این رابطه بحث کنن. ما میخواییم که این سوال ما هر کدامشان که بتونن جواب بدن، چون به هر کدام از ارتباط میگیره. یکی خود در مورد اشخاص غیر مسئول ما گفتیم نه، که اینا بعضی وقت ما خود ما میبینیم که در سرکا اشخاصی که مثلا پشت یک نفر میرن، 4-5 نفر میباشن که در شانه از نا سلا است. اینا کی هستن و توسط کی اینا مسلح ساخته میشن؟ دیگه یکی یک تحریک یا حرکات های زیرزمینی در ولایت تخار در اواخر تقریبا چند سال پیش جریان داره که تنها این است که ما انفجار و انتها را ببینیم. اونو انفجار و انتها است که ذهن جوانای ما را، هم از دخترها و هم از بچه ها، بسیار مغشوش می سازن و اونا را به اصطلاح راگم کردن، نمی فهمن که کدام طرف برن اینا. از این سوال می کنم، و اگر امنیت باشد، چرا یک دختره که 13 ساله از جایی که او بازی می کنه انجا برده و به حق از این تجاوز صورت می گره؟ و از طرف دیگه امین نیلوفر که شاید رسانه ها کلگش اینا بفهمن، در حق از برالوه از اینکه تجاوز صورت گرفته و یک کار دیگه هم صورت گرفته که چند روز پیش ما در یک مجلس دیگه بودیم، رئیس محکمه گفت که همو یک مکتوب از کابل از استیناف آمده که ایره بر ما راجع بسازن، بخاطر از اینکه سن از او قانونی از او بچه که متجاوزه اینا خرد نشان دادن، در حالی که ولسوالی رستاق گفت که او بچه سنش 19 سال است. و اگه و از طرف دیگه اگه امنیت باشه، چرا یک دختر در خانه، در داخل خانش تجاوز برش صورت، ببخشید، قتل صورت بگیره، کشته شوه، که اونا گفتن که خودش قاتل خودش است، در حالی که ما خبر داریم که او قاتل خودش نیست بلکه زده شده. و او هم یک معصل بود. تشکر است. خب تشکر از شما. فرصت دیگه هم انشاءالله برابر میشه که شما گپ بزنین. آقای سیرت از شما هم یک سوال بودن. تشکر از مجموعی دوستا، خواهرها، برادرها در ارتباطی گوشه ای از مشکلات تخاری ها سوال داشتن. یک سوالی که در ارتباط به امنیت و کلمه 100% بود و رحم حاضرین بیاد دارن که ما کلمه بین نسبه را یاد کردم در بین دیگه ولایت ها، یعنی ما بین نسبه امنیتی خوبتر داریم، خوب داریم. چون به گفته یو بایدی سه چند وقت قبل چند ولسوالی ما در جار جنجال جنگا بود که بازم با همکاری مردم و تلاش های همه جانبه نیروهای امنیتی و مشکلات ها رفع شد. در ارتباط به بیشتر از خوبی است که مجموعی حاضرینی که در مجلس صدای تخاری بود اشتراک کردن، اکثرا
از خواهرای ما از برادران جوان ها هستند. تبیز تک احساس جوان ها، سوالات و تزبینی جوان ها در رابطه با بیرون کردن نقاط ابهام، سوالات گپا سریعتر و خوبتر است که از این ناحیه خوشحال هستیم با. اما در ارتباط به موضوع دهقان و زراعت و گپایی که ما یاد کردم، جوانی برام تخاری تخلص میکردن، سوال کردن بسیار بجا بود. شاید گلایه های زیادی من این حیثی یک تخاری در ارتباطی برسیدگی به زراعت در تخار داشته باشم. اگر شما اجازه بتین، من هر آنچه که در ارتباطی به زراعت دولتی 13 سال قبل و امروز هم که نمیدونم چی میشه دولتی وحدت ملی، هر آنچه که در ارتباطی زراعت وعده کردن متاسفانه گپشون صحیح نیست. ما یک نقطه را برای شما مینیست، یک دردی تخاری یاد میکنم. همین لحظه در همین که ما کندوی حبوبات و مواد خوراکی افغانستان یادش کردم، در 70% تخار متاسفانه در مراسم، در خیرات ها، در اکثر فامیلا برنج پاکستانی استفاده میشود. و ما ایره در یک صحبتی در پوانزه زراعت وقت فراغتی هزارات از محصلین زراعت هم یاد کردم که استاد محترم، و من مهم نیست که تو از کدام چپتر برای این محصل درس دادی. فاجعه است که امروز گوشت گاومش پاکستانی و برنج پاکستانی در قد در خوجابادین در سرسر تخار در بسیار ولایت های تولید کننده برنج مصرف می شود. حال از این فاجعه بزرگتر برای دهقان و زراعت وجود داره. این به این معناست که دولت مردای ما به خصوص در تخار با این زیبایی و با این افتخارات و امتیازات طبیعی که ما بیان کردیم، واقعا برای زراعت تخار اندکترین توجهی نشده، نمیکانیزه شده، نه به او صورت به تخم اصلاح شده و نه به یخنی چرک پاره شده دیخان کسی رسیده ای کرده. ای گپ شما بجاست. مینه ایسال مجموع خواهش ما از همه ای است که همه ما واقعا جمع میکنیم، ترتیب میکنیم صدای تخاره. هیچ کدام ما فعلا در مقام مسئولین پاسخگوی رسمی دولت نیستیم. همه ما یک صدا انشالله امروز با استفاده از این برنامه دوستای خود صدا مانا منسجمتر و منظمتر فشرده میسازیم به گوش مسئولین میرسانیم. تشکر. بانو عادلیار، سوال بود که وضعیت زنا چگونه بهبود میافه و چرا در اینجا با وجود که امنیت است و با بانو مشکلات زیاد است؟ فرمان شما. خواهر ما فروزان جان سوال کردن، گفتن چی است. ما هم در صحبت های قبلیم گفتم که تنها ریاست امور زنا نمیتونه که همه کارا را فقط خودی از او انجام بده. یک ریاست وزارت امور زنان، یک وزارت پالیسی ساز است و ریاستش هم همچنان. بنابراین در اینجا نقش جوانای ما، نقش خانمای تحصیل کرده ما، نقش علمای ما، نقش متنفذین ما، نقش علمای کرام ما، نقش جامعه مدنی ما، نقش روشنفکرای ما در اینجا فکر میکنم زیادتر هم است. و ما تشکری از رسانه ها میکنم که وقتاً تا وقتاً مشکلات زنها را انعکاس دادن، به گوش مردم رساندن. ای که مسئولین چقدر عمل کردن، ما و شما همه که شاهدی از این هستیم که حکومت قبلی ما و فعلی ما هنوز هم دچار مشکلات سرتاپا است که حکومت تنظیمی است، حکومتی است که فقط پیشترم براتون گفتم که آنمو کسایی که روابط دارن، واسطه دارن و کسایی که وکیل دارن، کسایی که بالاخره میتونن از هر مجرا و از هر طریقی که با مسئولین روابط بگیرن، اونا میتونن که با وظیفه های بلندتر گماشته شون و اونا میتونن که در اینجا خوبتر عمل بکنن. بنابراین فکر میکنم که در اینجا نقش مردم، نقش خود ما و شما، نقش یکی مسئولین امنیتی چقدر کمی ها و کاستیده ها داره، او هر روز از طریق رسانه های ما، از طریق جامعه مدنی ما که واقعا فعال هستند، جوانای با احساسی هستند که هر روز مثل حادثه که قبلا پیشتر از جان گفتن که نیلوفر را یاد کردن. این هم گپای ازی بوده که اینه میره، اگر میدیا نمی بود، اگر رسانه ها نمی بود، این همه تو پت و سرپت خواهد میمان. برای امکان داره که در دورترین نقاط کشور ما، ولایت ما و شما حوادث دلخراشتر از این صورت بگیره، مگر امور نتانسته که مردم هنوز هم امو صداش به گوش مسئولین برسانه. بنابراین در اینجا همه که مردم مسئولیت دارن و بلخص دولت مرکزی ما، مسئولین ولایت ما که در رأسش والی صاحب ولایت است، دیگر هستن، دیگر مسئولین هستن، اینا ما تا هنوز ندیدیم که مجرمینی را به پنجه قانون بسپارن. به این شکل میایم سر سوال حضرت جان ناصری که گفتن والا
فکر میکنم این مسائل در بسیار کشورهای پیشرفته هم ای وجود داره که با وجودی که امنیت میباشه، ولی ما میشنویم از طریق اخبار که در بسیار کشورهایی که کاملا امنیت کامل دارن از هر نگاه پیشرفته هستن، در اوجا هم یگان انفجار، یگان انتحار، یگان قتل یگپا وجود داره. مگر خوشبختی در این است که وقتی که تجاوز صورت گرفت بالای دختر 3 ساله در استق، امو عامل اصلی اون مجرم به پنجه قانون توسط مسئولین امنیتی ما دستگیر شد که خودش قابل تقدیر است که مسئولین ما حمل کردن، مسئولین امنیتی ما. مگر اینکه باز هم در دستگاه دولت فساد وجود داره، باز هم دوسیه ازی از طریق لوی سارنوالی و از طریق استرا محکمه دوسیه ازی خواسته میشه و تذکره ازی 16 ساله جور میشه. این مسئله علایده است که فکر میکنم به حکومت مرکزی مربوط میشه. شما یاد کردین از اینکه مثلا نقش رسانه ها خیلی جدی بوده در باستاب موارد خشونت علیه خانم ها و اطفال، اما سوال اینجاست که چرا این نشرات ها تاثیر مثبت نگذاشته در کاهش خشونت ها، و یا اینکه مثلا چرا این وضعیت بهبود نمیافته؟ ای که ما فکر میکنم کاهش یافته، میزان جرایم خیلی ها بالا بوده که ما در یه اواخر اگر شاهدش هم هستیم کمتر است، به او حد نیست که چند وقت پیش بود. یعنی می کارکرد رسانه های ماست، کارکرد جوان های ماست، جامعه مدنی ماست و میدیا ماست که اینا توانستن که اینا می آواز مردم را به گوش ماست. تشکر. مولوی صاحب حکیمی از افراد مسلح غیر مسئول یاد شدند که در ولسوالیا و در برخی مناطق برای خانم ها و آقایان مشکل ایجاد میکنه. برداشت شما از وضعیت چی است؟ چون شما تجربه ریاست شورای ولایتی را هم دارین. بدون شک وجود افراد مسلح غیر مسئول را در تخار ما را نمی کنیم. یک واقعیت است که ما هر روز و متنای عزیز ما در گوشه کنار تخار از وجود افراد مسلح غیر مسئول شکایت دارند و شاکی هستند، و عملا در بعض ولسوالی ها از طرف ازی افراد مورد ضرب و لاتکوب قرار می گیرند. این وجود داره، من این را رد نمی کنم، ولی یک مسئولی که با داشتن پلان منظم برای جلوگیری از این افراد مسلح غیر مسئول یا اینکه از ظلم از او که جلوگیری بکند، در تخار در 13 سالی که ما در تخار به یک شهروند زندگی میکنیم یا در وقتی که مسئول شورای ولایتی بودیم، اینمی مسئول وجود نداره. خودشان خوب میفهمند، کماندان امنه میفهمه که در فلانی ولسوالی افراد مسلح غیر مسئول وجود داره، حالا چرا اقدام نمیکنه که بگیرش؟ گرفته نمیتونه، جرأت کرده نمیتونه. چرا افراد مسلح غیر مسئول از طرف کسایی حمایت میشن که اونا در رده‌های بلند قرار داره در مرکز افغانستان؟ به همین خاطر قماندانی امنیه، والی ولایت، اینا همیشه عجز خود را، بیچارگی خود را به ما به نمایندای مردم که در وقت بودیم عنوان کردن که ما نمیتونیم، به خاطر که از مقامات بالا حمایت میشن افراد مسلح غیر مسئول. افراد مسلح غیر مسئول را کسی امرش میگردان در اطراف در شهر طالقان، اونا به نحوی به حکومت افغانستان، به حکومت ولایتی در تخار و ارتباط دارن و از جمله نزدیکانشان هستن، از طرف مقامات حمایت میشه. ولی افراد مسلح غیر مسئولی که و مقامات حمایت نکنه، از طرف وکلای پارلمان حمایت نشه و از طرف وزرا و کسایی که در مرکز قدرتمند است ایمان نشو، او در افراد مسلح غیر مسئول من در تخار شاهدش نیست. خب آل سال دیگه ای است که این افراد مسلح غیر مسئول کیا هستند که قدر توانایی دارند و نیرو دارند و در پولیش از طرف کیا در مرکز زیاد حمایت میشن؟ افراد مسلح غیر مسئول یک عده از افرادی هستند که اونا صرفاً به خاطر قدرت نمایی در منطقه حالی هم خواسته باشند که یک نوع ایجاد وحشت و روبره بر بالای هم مردمش و انداخته باشه، اونا بترس ازشان، اونا افراد مسلح غیر مسئول میگردن امرایشان. اینا طبعا با کسای ارتباط داره که در مرکز یا رئیس هستن و یا وکلای پارلمان هستن و یا اینکه در خود ولایت قماندان است و یا اینکه یک مسئول امنیتی هست یا مسئول حکومتی هست که به نحوی به او اتکا میکنه، تکیه میکنه و با هم به امیدی از او یا سلاح غیر مسئول را در شانه خود حمل میکنه. تشکر. آقای عبیدی، یک مشکلی که افغانستان دامنگیرش است و تقریبا یک چیز سرتاسری است، فساد است. اگر از فساد تعریف کنین که در ولایت تخار به چه سطح هست و چه گونه است؟
متاسفانه در ولایت تخار، تخار هم مثل سایر ولایات هست، در ولایت تخار هم فساد گسترده وجود داره، در ادارات دولتی هست، در نهادهای عدلی و قضایی وجود داره. بیشترین مردم از این ناحیه شاکی هستند. در تمام ادارات دولتی به استثنای یگان اداره که چی نباشه دیگه، در اکثر ادارات وقتی که مراجعه بکنین فساد اداری فعلا وجود داره، کمتر کاری که بدون فساد اداری شده وجود نداره. چی گونه فساد و به چی سطح وجود داره در تخار؟ وقتی که ما فساد اداری میگیم، خب معمولا رشوه‌ستانی هست، در ادارات وجود داره، به کارشکنی هست، تعلل در کار هست، کار مردم به وقت و به میادی که چی هست اجرا نمیشه. یعنی کیا دخیل هستند در فساد؟ خود طبعا کسایی که در ادارات حکومتی وجود دارند. و چی سطح هستند؟ در سطح فکر نمیکنه که بسیار بالای بالای دیگه ولایت باشه، ولی وجود داره. آقای سیرت، با وجودی که وضعیت امنیتی تخار بهتر است از دیگه ولایت، اما مسئله بازسازی در اینجا خیلی کند است، عواملش در چی میبینین شما؟ تشکر. ما در تخار آقای فرید سرکی داریم که بار دومش از پلسترکاری میشه یا قیر میشه، ولی در ماورای کوکچه در سال 1385 دوستا کلتان میدانین سرک های ماورای کوکچه را شروع از داخل شهر طالقان صدا اعلان شد که برای 6 شرکت میتیم زودتر کار بکنن. همه شما خبر دارین 9 سال است از قراردادی که یک آغازاده سرکای باوری کوکچه را قرارداد کرده. در کدام جای جهان، در کدام تعامل ساختمانی است که 9 سال یک پروژه دارن که 1 سال قرارداد داره؟ 9 سال طول میکشه، نه مسئولی است، نه وکیلی است، نه زعیم و نه کارشناسی است که دامن ایره بالا کنه. وقتی که وزارت مربوطه موی سفیدی تخاری میروه میگه زور ما به شرکت والا نمیرسد. یقینا او رقمی که تخاری ها مستحق بودن، او رقمی که امکانات طبیعی، او رقمی که امنیت یعنی بستری برای تحقق بازسازی متوازن، متاسفانه کمتر به این قسمت ها صورت گرفت. و عواملش در چی میبینین شما؟ چرا کم توجه شده؟ دو تا عامل از نظر ما است. یکی کم توجهی و یک جانب اندیشی خود مسئولین تخاری ماده مرکز، اونایی که کلان و تصمیم گیرنده بودن که از این ناحیه ما گلهمند هستیم. دومش هم البته تقسیم نامتعادل امکانات و انکشاف از طریق وزارت ها در مجموع دولت و حلقات تصمیم گیرنده. متاسفانه ما نقاطی را در افغانستان داریم که از ناحیه ناامنی از اون، از ناحیه پریشانی و دوستا و عزیزای ما چه هلمند باشه، شرق و غرب افغانستان یا ولایت دیگه، متاثر هستیم. می نیست یک تخاری که عضو بدن ما هستند، ما عضوی از او هستیم. اما در اون جایی که زمینه مساعد بود برای یک بازسازی خوب، خب این را جا داره یاد کنیم روبروی می تخاری ها، ما از آمدن نیروهای بین المللی تشکر بکنیم. پوله هایی که به اعداد و رقم بسیار عجیب معلوم می شود که هیچ ماشین های حسابی در تخار وجود نداره که را رقم بزنه که چی مقدار است، واقعا بسیار زیاد است. ولی اینها هیچ کاری را در تخار خصوصا، مثلا ما دریاهای بسیار سرشار خوبی داریم که میشد از او منابع تولید برق بشد. یعنی مین حیث المجموع در تخار ما پیشتر یک جوان از معادن یاد کرد، تلای نورابه چاب و برآورد آخرین برآورد زمین شناس ها و معدن شناس ها 1200 تن تلا ما در نورابه چاب داریم. همین لحظه به شکل دزدانه استخراج می شود. دیروز یک آدم از اون محله گفت که فعلا امی شرکت در محلی رسیده که تلا از رک کده در مابین تین اضافه تر بیرون می براید. اما شما وقتی بروید در اطرافی و مطابق قرارداد و اصول ضوابط بین المللی، نه سرکش ساختن، نه مکتبش را ساختن، نه کلینیکش را ساختن، همین خانه خراب راهی را که اسکواتور و وسایلش را میبره امور را نساختن. از هر 5-6 تایش یک تاش تمه خرابی سرک میشه و به درها افت میکنه و سقوط میکنه. درست است، ما از این قبیل مشکلات ها را زیاد داریم که شاید دلیل سوالات جوانا منعکس شوه. نبوده در تخار واقعا کاری متوازن صورت نگرفته، هیچ کس از این وضعیت سپاسگزار. سپاسگزار مولای صاحب حکیمی، از تقسیم نامتوازن بودجه شکایت کردن و یکی از عوامل عدم بازسازی در تخار میره گفتن، اما بودجه از طرف پارلمان افغانستان تایید میشه و تخار هم 9 کرسی داره در مجلس نمایندگان، نقش و کلای شما چی بوده در این مورد؟ بسیار یک نقطه بسیار مهم و حیاتی را اشاره کردین. شاید دوستایی که در جامعه مدنی کار میکنن یا رسانه ها کار میکنن اونا زیادتر و کنجکاو کرده باشن که در بودجه ای که در 94 به تخار اختصاص داده
کم متاسفانه کمترین بودجه‌ای که در ولایت‌ها و سطح ولایت‌ها اختصاص یافته به تخار است. شاید دیده باش مسوده ایش. علتش در عدم توجه وکلا و نماینده‌های پارلمان تخار هست در اوجا، چون که بودجه تصویب از طرف پارلمان میشه و در اوجا ما 9 نفر از عزیزای خود از نماینده‌های محترم خود در اوجا داریم. باید اونا دنبال میکردن، اونا تعقیب میکردن که چرا در تخار با وجودی که بستر مناسب و خوبی برای بازسازی وجود داره و بودجه بسیار محدود یا ناچیز در نظر گرفته شده. من فکر میکنم علتی که در تخار بازسازی ها کم صورت گرفته در دو چیز است. یکی عدم هماهنگی نماینده های مردم تخار در پارلمان و در شورای ولایتی هست. ما که دو ماه پیش در شورای ولایتی بودیم، در مدت 4 سال نتوانستم اعضای پارلمان را به همراه خود شورای ولایتی یک هماهنگ بسازیم. بارها دعوتشان کردیم در شورای ولایتی بیاین، یا وقتی که ما سفر رفتیم در کابل اونا را دعوت کردیم که بیاین یک مشترک کارهایی که به نفع تخار صورت بگیره انجام بدیم. متاسفانه ما دو وکیل پارلمان را یکجا کرده نتوانستیم. یکی نبود هماهنگی در بین نماینده های اعضای پارلمان در از تخار در کابل، یک علت اساسیش هست. از پشت کار نمیگردن، اگر احیانا هم اونا کار میکنن به موکلین خودشان از اون ساحه، از اون منطقه ای که رای بیشتر را گرفتن، تمام توجهشان متمرکز در اون ساحه شاید بوده باشند. ما رد کردن نمیتونم که شاید کار کرده باشند. دوم، عدم ظرفیت کاری و مدیریتی در مقامات تخاری هست، در ولایات، کسایی که در رأس قوای اجراییه در تخار هست. متاسفانه اکثرشان دوستای نزدیک ما هست، ولی یک ظرفیت مدیریتی ندارن، فاقد ظرفیت کاری هست و علم و توانایی، حتی این بعض ظرفیت هم سواد کافی نداره برای مدیریت بردن، پیش بردن مدیریت. این باعث از این شده که و در تخار و بازسازی ها کم صورت بگیره. ولی لایل هم با توجه جدی که اعضای شورای ولایتی دور دوم داشتیم، ما توانستیم با تلاش های زیاد ما چند پروژه بسیار مهم حیاتی را در تخار بیاریم. از جمله گفتم میتونم اسفالت داخل شهر طالقان 52 کیلومتر یم به اثر کوشش و تلاش های همیشگی شورای ولایتی در وقت بود و این انجام صورت گرفته و متاسفانه که نظارت صورت نمیگیره به او خواسته که مردم تخار از او پروژه داشت، او خواستشان متحقق نمیشوه. این کار علاهیده است، برمیگرده بازم به بی‌ظرفیتی مدیره های مسئولی که در اینجا وجود دارن. و دوم، تحکیمات دریای طالقان با وجود کمی کاستگی وجود داشت، این به پای اکمال رسید و برق در شهر طالقان گرچه کمی ها کاستایی وجود داره، این همی از جمله دستاوردهایی بوده که اعضای شورای ولایتی قبلی با کوشش تلاشی که دوامدار داشتن این را انجام دادن به همکاری رسانه ها و اعضای جامعه مدنی. ولی مشکل ترین کار در تخار که چرا با سازی صورت نگرفته، با وجودی که ما منابع سرشار داریم، آبی که ما در تخار داریم 4 دریای شیرین در تخار وجود داره و معدن های مختلف قیمت بهاترین کش معدن طلا از ما در تخار وجود داره، نمک و زغال و میس هر چیزی که گج اینا وجود داره، چرا استفاده نشده، کنترل نشده، از این منابع استفاده صورت نگرفته. در قسمت تخار اشخاص با درایت، با کفایت، با احساس، با مسئولیتی که به اسم مسئول در تخار گمارده شده باشد، ما در 13 سال حکومت آقای کرده شاهدش نبودیم. اگر هم بودیم اما شما رئیس شورای ولایتی تخار بودین، چرا توجه نکردین؟ چرا صدایتون رو بلند نکردین در زمان؟ ببینین، یک شورای ولایتی است و یک حکومت است. شورای ولایتی به اسم نماینده های مردم مشاورین است، نظر دهندگان. زمان شما صلاحیت نظارت هم داشتین است؟ در زمان ما صلاحیت نظارت هم داشتیم، نظارت هم کردیم. بعد از اینکه نظارت کردیم، راپور رو خود آوردیم با قوه اجرایی، اجرا نکنه بازم معطل است، کار معطل است. ولی ما به حد نهایی و مسئولین وقت فشار آوردیم و کارها در زمان آقای بگزاد کارا بسیار به شکل سیستماتیک شروع شده بود. متاسفانه نبود عدالت، نبود عدم هماهنگی در بین اقشار مختلف جامعه که در وقت مقاومت، در وقت جهاد با همدیگر سهیم بودن در حکومت، باعث از این شد تشنج در بین خود مردم واقع شد و کارهای بسیار، پروگرام های بسیار به سطح بلند ما در تخار داشتیم، متاسفانه به تعویق افتاد. تشکر. بانو عادلیار، از جمله 9 کرسی که در پارلمان بر تخار اختصاص یافته، 2 تا از اون مربوط بانوان میشه. نقش از اینا در وضعیت، در تغییر وضعیت زندگی زنان در تخار چگونه بوده؟
با احترام به نماینده هایی که در پارلمان هستند، با احترامی که من بر از اونا دارم، شخصا من تا هنوز اوتا نقش مثبت شنه در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی زنا ما تا هنوز احساس نکردیم. متاسفانه تا هنوز وکلای ما جمعی از خانم های تخاری را گرده هم جمع کرده باشند و با اونا صحبت های داشته باشند و مشکلاتی از اونا را بالاخره امی خشونت هایی که بر علیه از اونا در این ولایت روا داشته میشه، این خشونت ها را پیگیری کرده باشند یا این را بالاخره به گوش حکومت مرکزی رسانده باشند. ما تا هنوز ندیدیم که من امیدوار هستم که بعد از این هم اونا توجه جدی به حالت زنای تخار داشته باشن، که من متاسف هستم که پیشترم گفتم که در ولایت تخار بر علیه زنا انواع گوناگون خشونت ها روا داشته میشه. من اقدر مقصد فعالیت های جدی نماینده های ما را در ولایت تخار احساس نکردم. سپاسگزار. اما هنگی میان شورای ولایتی و اعضای مجلس که مربوط ولایت تخار میشن در پارلمان افغانستان وجود ندارد و علت عدم بازسازی هم درمی است. حالا شما بگوید از وکیلایتان و از پارلمانتان. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست بسیار سپاسگزار هستم از برنامه زیبای شما آواز مردم. باید گفت که همون قسمه که میمانه شما میدانه و اشتراک کننده ها در 13 سال گذشته حکومت آقای کرزی، با وجود که تمام وزرا و وکلا در زمان جهاد و مقاومت مردم افغانستان از همین مرکز جهاد و مقاومت رفتن اونجا وزیر شدن، وکیل شدن، ما ایره من هیس یک جوان در 13 سال ندیدم که یکی از وکلای پارلمان ما آواز شکی شده باشه که طالقانی ها چه مشکل داره یا تخاری ها چه مشکل داره، جوان یک شهروند طالقان چه مشکل داره. ما در 13 سال گذشته سراکای مواره کوکشر اگه امو قسمه که جناب سیره صاحب اشاره کرد، وقتی یک خانم عاملدار که میه اوجه او سرک عبور میکنه اوجه او طفلشه از دست میته، چرا به این مشکل مواجه نمیشه؟ و این مشکل ما در وکلای پارلمان خود میبینه و در کسی که در رأس حکومت 13 ساله قرار داشته و حال خاص ما از حکومت وحدت ملی است که باید توجه جدی به مردم تخار داشته باشه. و ما میخوایم در قسمت بازسازی بگویم که ما چشم پوشی از این نمی کنیم که در تخار بازسازی نشده. شده بازسازی، اما شخصی، اکثریتش، اقلیتش اجتماعی بوده. شخصی به این معنا که وکلای ما که در شورای ولایتی بوده یا پارلمان، در واقع اینا تلاش کردن در دو دوره که مردم ولایت تخار اینا را به عنوان نماینده ها برگزیدن به خاطر منافع اولیای مردم، اما بدبختانه در تایی که اینا رفتن به اونجا از آدرس ما نمایندگی کردن، هر کدامشان را بسنجیم، بگردیم، بپالیم، اینا دو سرای، سه سرای اپارتمان ها، سرای ها، دکان ها و دکاکینی که مربوط به شخصیشان میشن کردن، که تقریبا ما در ای اگر شخصی هم از خوش هستیم به ای که بنافع خود شخصیدن اندیشیدن، اما یک مقدار به زیبایی شهر ما هم افزوده شده، اما او مرتبط به دیدگاه شخصی خودشان است که اینا چی جنایت کردن یا خیانت کردن و یایی که صادقانه اونجا رفتن به ما زحمت کشیدن یا تجارت کردن. بسیار تشکر. سلام عرض میکنم حضوری همه اشتراک کننده ها و شما مهمانای عزیز که از کابل تشریف آوردین، صفا آوردین، خوش آمدین. خوشحال هستم که امروز به گونه شما صدای مردم تخار انعکاس میتین و امیدوار هستم که به مو گونه شایسته و بایستش صدای مردم تخار انعکاس بتین در رسانه ها. دقیقا در ابتدا که شما گفتین مردم شریف ولایت تخار با یک علاقمندی تمام نسبت به انتخابات رفتن در دو دوره رای دادن، ولی امروز روحیه مردم تخار که به عنوان یک کسی که هستم در زمینه به کارهای مدنی در ولایت فعالیت میکنم، که میبینم نسبت به پروسه انتخابات به طور قطع بی‌باور هستن، چون برایشان اصلا ارج گذاشته نشد. امروز ما میبینیم که بالاخره مردم با یک شور و شعف بسیار خوبی به پروسه انتخابات رفتن و بالاخره نتیجه انتخابات زمانی که اعلان میشه
حتی رای مردم تعدادش مشخص نمیشه که احمد چقدر رای برد و محمود چقدر رای برد، که این خیلی یک این غیر قابل تحمل است برای یک آدمی که احساس در وجودش داره. تشکر، زنده باشید. این می خواهر که دمی اول است. با عرض سلام خدمت مهمانان عزیز و با سپاس زیاد از تلویزیون جهانی طلوع که برنامه آواز مردم راه اندازی کردن و مردم تخار میتونه که صدای خود بکشه که تا افغانستان و جهان بدانه که ما چی مشکل داریم و ما چی میخواییم. زنان در ولایت تخار از امنیت نسبی اجتماعی سیاسی برخوردار نیستن. فقط قسمی که در عرصه‌های مختلف از زنان مشارکتشان به شکل سمبولیک است، امی قسم در انتخابات ها نیز از رای زنا استفاده صورت میگیره. زمانی که انتخابات میشه جوقه جوقه زنا را میارن و از اینا رای میگیرن و زمانی که اونا مشکلی داشته باشن فقط اما عرف و انحناتی که در جامعه حاکم است و اونمو صد رای عدالت میگیره و از گوشی عدالت میگیره زیر گلیم سیای افکار ناپسند و یک تعداد افرادی که زورگو هستن و همیشه استفاده کردن از مردم میبرند و گلوی عدالت میبرند. ما امیدوار هستیم که مشکلاتی که ما داریم در عرصه زنا، قضایای زنا به زودی پیگیری شود، از رای زنا استفاده غلط نشود و زمین هایی که از طرف افرادی که اونا خودشان وارثین جهاد در افغانستان میدانن که اونا از تنها از ولایت تخار نی، از گوشه های دیگر افغانستان هستن که از اما قدرت و نفوذشان که ما جهاد کردیم از ولایت تخار، از مهادین ما، از زمین های ما استفاده میکنن و ایره غصب میکنن. امیدوار هستیم که چنین مسائل هم جلوش با آمدنی حکومت جدید گرفته شود. تشکر. از خواهرات سوال دارن و مؤخر بودیم. به نام خدا، نیلوفر رسولی هستم، فعال جامعه مدنی. قسمی که شما میفهمین مردم افغانستان نسبت به انتخابات بی‌باور شدن و چون تمام امیدها و آرزوهایی که داشتن تحقق نیافت و یک سوال موضوعی که پیشتر مطرح شد ایجاد امی حاکم بودن روابط بر ضوابط بود. بعضن دوستا گفتن که جوانای ما فکر سیاسی ندارن، به واسه که خودشان مستقیما به مرجع کاری اقدام کنن اینا میرن به وکلا مراجعه میکنن، در حالی که یک واقعیت است که بدون روابط در چنین محیط نمیشه که به یک وظیفه دست پیدا کنیم. آیا شما علت ازیره نبود فکر سیاسی میدونین یا ای که میگن وجود فساد در دولت میدونین؟ قسمی که من معلومات دارم اخیرا امریکا یک پروژه 216 میلیون دلاری که به نام پروموت است افتتاح کرده که تقریبا بیش از 200 میلیون دلار به خاطر ارتقای سطح زنا، توانمند ساختن زنا اینا روی دست گرفتن. که شما فکر میکنین که و ما بی باور هستم به اینکه آیا این پول به مردم افغانستان در بخش زنا مصرف میشه یا نمیشه، چون که وکلای افغانستان امروز ما او را باید وکیل نگیم به خاطر که بیشتر اینا به تاجران سیاسی اینا تبدیل شدن تا وکیل. سوالتان از کی بود ببخشید؟ سوال ما در مجموع سوال که بحث کار بود مربوط به آقای عبیدی است و قسمی که امریکا به افغانستان آمد کمکایشان بیشتر در بخش مبارزه با مواد مخدر و حقوق زنا بود. آیا امی پول که به افغانستان کمک شده و داده شده آیا این کمک ها به افغانستان مصرف میشه یا خیر، یا قسم گذشته ها تمام پول ها الف و میل میشن و یا ای که مصرف میشن؟ تشکر. عبید صاحب از شما اول سوال بودن. اول خود دارم قسمت وکلای در قسمت وکلای پارلمان است. وکلای پارلمانی که ما در کابل داریم اینا میگن که ما وکلای ملت هستیم. در واقع هر وکیلی که از ولسوالی ها و از محلاتی که وکیل شده فقط به مردم محل و خودشان کار میکنن. شما در کابل بروین هر وکیل یک میمانخانه بسیار کلان داره، مردمی که از ولسوالی هایی که برش رای داده فقط اونجا میره، یک چند وقت میباشه، اگر مشکل اگه باشه اگه حل کرده تان خوب در غیر از او پس دوباره به جایی که ولایتش هست برمیگرده. بیشتر وکلای ما شرکت های ساختمانی دارن، اینجوهای شخصی دارن. اول یک مشکل عمده در ولایت تخار است که لگه تخار شاید در جریان قرار داشته باشن.
به خاطر از اینکه یک معلم به یک وکیلی که فعلا در پارلمان است کمپین کرده وکیل دیگه میخواد کوره اخراج بکنه، شاید در جریان باشین در یک پست یک آدم میاد دو موسم میباشه دوباره او را اخراج میکنن پس یک کس دیگه عوضش میاد. بیشتر جناب سیریس از پلاستر کاری ها گفتن، مثلا بیشتر وکلای ما در شرکت های ساختمانی دارن در قراردادای بسیار کلان دست میزنن مانع بازسازی دولت تخار میشوند. ما حرفم در مورد وکلای پارلمان است، در قسمت مشران جرگه یا مجلس سنا حرفی به گفتن ندارم. بانو عادلیار شما دیدین نارضایتی ها از وکلای پارلمان بخصوص از نماینده های تخار خیلی بلند است، چی فکر میکنین چقدر انتخابات آینده برای شما بر بانوان مهم است و به اینکه متوجه باشند در انتخابات در انتخابشان و خواستای عمده شما از پارلمان جدید چی است؟ ما هم امیدوار هستم که ملت غیور تخار اما تا که در طول سالهای قبل از خود شجاعت و درایت و کفایت نشان دادن یک بار دیگر به خاطر تعیین سرنوشت وکلای با درایت با کفایت وکلای دلسوز مهربان، این مهم نیست که چی زن باشه چی مرد باشه، هر کسی که باشه، کسی باشه که خدمتگاری از این وطن باشه، کسی باشه که به فکر صغیر و بیوه و یتیمی از این کشور باشه، کسی باشه که از میان مردم برخواسته باشه، این مهم نیست که وکیل ما پول داره زندگی داره دارایی داره یا نه، که ما بالاخره به خاطر از این بریم به کسی کمپاین بکنیم که امروز اگر 500 افغانی یک رای به خاطر یک رای برای کسی میتا فردا او را دیگه اصلا تسلیمش نگیره به درگاهش اجازهش نده بگه برو ما فقط ما رای ترخ با پولم خریده بودم. ما فکر میکنم هی بار تجربه گذشته برای مردم تخار نشان داده و امیدوار هستم و هی را 100% متیقین هستم که مردم عزیز تخار شهروندای تخاری ما چی از خانم ما چی از برادرها اینا یک بار دیگر در انتخابات پارلمانی به شکل فعالش اینا اشتراک میکنن و فقط به شرطی از ای که باز هم کمیسون انتخابات ما که قبلا یک سلسله خیانت های در انتخابات پارلمانی قبلی هم در اینجا وجود داشت ما ایره نادیده نباید بگیریم، ملت تخار شاهدی از این هستند، یک بار دیگر باید اینا به دادگاه معرفی شوند از پیششان بازپرس شوند و تعدیلات در قوانین کمیسون انتخابات به امشالله ما امیدوار و چی هستیم باید انتخابات. مولای صاحب از دید شما انتخابات چقدر ارزشمند است و بر زندگی مردم تخار در آینده چقدر میتونه تاثیر گذار باشه؟ لطفا فشرده تر بگو. فعلا ما در افغانستان غیر از راه نظام مردم سالاری که یک نظام مطمئنن برای همه مردم جواب بوده باشد از طریق آرای مردم و قدرت برسته دیگر راه را سراغ نداریم. ما ناگزیر هستیم که اینمی نهاد نظام مردم سالاری را که در انتخابات کمیسیون به نام کمیسیون انتخاباتی است اصلاح بکنیم و کمی های کاستگی هایی که در انتخابات های قبل گذشته ما داشتیم او را برجسته بسازیم، بالاخره در آینده اینمی نهادها اصلاح شوه ما بریم به طرف یک نظام مردم سالاری و مردم به توسط رأی خود هم رئیس جمهور خود یا حکومت خود یا نماینده خود انتخاب بکنند. این بهترین روش هست برای حکومت داری در جهان تجربه شده، اینمی نظام مردم سالاری هست، ولی رای ما همین راه هست و تقاضای ما از مسئولین حکومت وحدت ملی یه هست که در نهادهای انتخاباتی اصلاحات جدی را به میان بیارن تا اینکه همین یأسی که به مردم حاکم است یأسشان تبدیل به یک امید شوه، اینا بخیر برون به پای صندوقهای رای و همون نماینده شایسته دلخواه خودشان را انتخاب بکنند و بالاخره یک حکومت رئیس جمهور کارا و بالاخره پاسخگو بوده باشه انتخاب بکنه. با سپاس از حضور همه تان، ای بود برنامه آواز مردم، تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.